نیلوفر سبب پاشخوردن آیلهشان و با مشکلی های سنگین روزگار روبرو شدنش را محض در خشونت خانوادگی میبیند. من رسیاد ندارم، 5 ساله یا 4 ساله بودم. پدر و مادرم از هم دیگر جدا شدند. سبب جدا شدن آنها مادرم به زورآوری گرفتار میشد. پدرم بسیار نوشاکی اسپرتی مینوشتند. مادرم را میزدند. همیشه مادرم 4 سال با پدرم زندگی میکنند، از هم دیگر جدا میشوند. من باز یک خواهرچه دیگه هستم، انگار دو دختر بودیم. هر دوی ما را مادرم پرتافته رفتند. پس از آنی که والدینش از همدیگر جدا می شوند، فرزندان با پدر می مانند. مادر باشد تنها، پس از 4 سال به خبرگیری دخترانش می آید. این اولین و آخرین آمدی مادر بود. بعد از 4 سال صنف 2 بودم یا 3، مادرم آمدن به مکتب. می ترسیدن که به خانه بیاید، به مکتب آمدن. ما خواستن که مرا بینن، من اون کس را نشناختم. آمدن که من مادری تو، هم دست سری من خیلی زورآوری میکرد پدرت. من از خونه رفتم، نتونستم شما را برده، شرایط نداشتم. بعد از همین مادرم دیگر پیدا نشد، رفت، بعد شوهر کرد. پدرش نیز باری دویم آیله دار میشود، اما این تصمیم گرفته پدر برای نیلوفر بدترین روزها را به بار آورد. پدرم دویم بار آیله برپا کردند. زنی پدرم میزدند. یکان کار رو اگر نمیتوانیدم، کودک بودیم لیکن نمیفهموندم، با نغزی میزدند. همین با طریق زورآوری همون کار رو با ما نشان میدادند. 7 سال میشد که با ما این درم زندگی میکردیم. من و خواهرم در تک دست ما این درم بسیار ما رو میزدند. از خونه میراند ما این درم. بسیار شفه رو در کوچه روز کردم. بعد زمستان میشد، در زمستان ما رو از خانه مایندر امیران ما به خانه بیبی هم میرفتم و همراه بیبی هم میستادم. نیلوفر و خواهرش دیگر نه در خانه پدر جا یافتند و نه در خانه بیبی، چون در یکی مایندر رو در دیگر امک روزشان را تار کرده بودند. یک امک هم با ما روز نمیداد، خانه بیبی هم در استادم. امک از چه خیلی روز نمیداد؟ تنها بسیار تنها میکرد که پدرت شما در خانه تا را نداده و شما آمده در گردن مادری من بار شدین. مادری من با شما صغیره پرور. زیاده از یک سال است که نیلوفر در مرکز تعلیمی چراغ هدایت است، ولی در این مدت نه پدر و نه مادرش به خبرگیریش نامدند. نابسته از آنی که از این مرکز تا خانه پدرش تقریبا 15 کیلومتر راه است. کاش مادرم پیدا نمیشدند. یک پیدا می شوم، باز میگم مادرم یاد کرد. یک سال می شود، یک سال و دو ماه می شود که من در این مرکز تعلیم چراغ هدایت هستم. می دانند، یکان بار خبرگیری نامدن. پدرتون چی خبرگیری می دید؟ نه. در کجا؟ در همون خونه من در محله 104. اون قدر دور نیست، لیکن یکان بار نامده خبرگیری. همه چی برا گناهگار حساب میکنم پدرم شد. من میخواهم خانمو با اونها نشون دهم که من اون خیلی که اونها فکر میکنم، من اون خیلی دختر نیستم. چی میگم پدرتون چی فکر میکنم؟ گناه اختاد میگذارم، میگم مادرم در نزه همه کار خوش روی اجرا کنی و ایترا نمیزنم. با وجود آنه که مادر با او رفتاری نامناسب کرد، اما نمیدونم سببش در چی باشد. آزیر بسیارتر میخواهم که مادرم در نظرم باشد. اگر مادر در نظر باشد تو رو بخشیده میتوانی؟ خداوند با اون بزرگیش میبخشد، چرا من نمیبخشم؟ نقشه هایش بسیار جالبند. با مرکز ملی تستیم حقوق شناسی میسپارم مجد هایم را. با چی مشکلی گرفتار شدم، من هیچگاه فرزندانم را نمیپرتایم. این سرگذشته که از سری من گذشته است، نمیخواهم که از سری فرزند من گذارم. آیله مکتب اولین است که انسان در آن تربیه می گیرد. دانش و ملکه روزگارداری را از خود می کند. همزیستی با اطرافیان را می آموزد. همچنین فرزندان که همه روزه از این دبستان که آموزگارانش پدر و مادر می باشد تعلیم می گیرند. تأثیر آیله به انکشاف منبعه شخصیت حصه گذار می باشد. استفاده همه گونه زورآوری در آیله نزد قانون جنایت حسابیده می شود.